سلام جمعه ده ده 95 سی دسامبر 2016 میلادی در مورد ش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه که خبر اول دنیا در 24 ساعت گذشته اقدام آقای اوباما بود برای اخراج 35 دیپلمات روسی از امریکا دو سازمان اطلاعاتی روسیه سازمان امنیت فدرال و اطلاعات ارتش روسیه و چهار مقام روسی و شرکت های همکار اونها هم مشمول تحریم امریکا شدند دو ساختمان در مریلند و نیویورک بسته شدند و آقای اوباما در بیانیه خودش ذکر کرد که این به دلیل دخالت های روسیه و حک کردن سایت های احزاب امریکا در جریان انتخابات امریکاست وزارت خارجه روسیه پیشنهاد مقابله به مثل داده بود اما صبح امروز آقای پوتین اعلام کرد که با مقابله به مثل موافق نیست دیپلمات های امریکایی رو اخراج نمیکنه و حتی فرزندان اونها رو هم برای مراسم سال کریسمس به روایت کلیسای ارتدوکس یعنی هفته ژانویه برای روشن کردن درخت کریسمس روسی به کرملین دعوت میکنه در امریکا رهبران حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان و سنا از اقدام آقای اوباما پشتیبانی کردند پاره شخصیت های شناخته شده حزب جمهوری خواهم از آقای اوباما پشتیبانی کردند فقط دائما مطرح کردند که این اقدامات دیر صورت گرفته اما آقای ترامپ که منتظر واکنش او بودند خبرگزاری ها جملات کلی رو مطرح کرد و تنها بسنده کرد به اینکه مسائل مهمتری داریم و در واقع موکول کرد به اینکه هفته آینده جلسه با مسئولین امنیتی امریکایی داشته باشه و در اونجا در جریان جزئیات قرار بگیره به نظر میرسه آقای پوتین با این اقدام خودش کماکان امیدش رو حفظ کرده برای اینکه بتواند در دولت ببخشید آقای ترامپ رابطه بهتری رو با آمریکا داشته باشه موضوع دوم اینکه مرتزا مرادپور زندانی سیاسی که بعد از 65 روز اعتصاب غذا به درخواست, به درخواست مادرش اعتصاب غذای خودش رو شکست امروز از زندان آزاد شد مرتضا به بلافاصله بعد از آزاد شدن در بیمارستان بستری شد پزشکان به حال بعد از معالجات او رو از بیمارستان مرخص کردند اما در منزل،, منزل گفتن باید تحت مراقبت باشه تا آثار ناشی از اعتصاب غذای طولانی ترمیم بشه خوشبختانه گفتن خسارت جبران ناپذیری به دستگاه بدن او وارد نشده اما آرش صادقی دیگر زندانی سیاسی کماکان در اعتصاب غذا 68 مین روز اعتصاب غذای خودش رو آرش پشت سر طوفان توییتری که به پا شد هشتگ سیو آرش آرش رو نجات بدید به صدر ده ترند اصلی توییتر آمد و برای ساعاتی اولین ترند توییتر بود برای ری تویت کردن و ارسال و کماکان به مقامات قضایی در خصوص نجات آرش سکوت کردند. علی شریعتی دیگر زندانی سیاسی است که در روزهای بحرانی اعتصاب غذا به سر میبره آقای نکونام در قوم مهدی کوخیان در مراقه دیگر زندانیان سیاسی هستند که اتصاب غذا کردند سعید شیرزاد در زندان رجای شهر و فعاد یوسفی زندانی سنی مذهب زندان رجای شهر هم که به شدت از مشکل اعصابی سلسله اعصاب رنج میبره علا رغم اینکه باید بعد از 6 سال حبس آزاد بشه به دلیل مشکل اعصاب و روانی که پیدا کرده اما از بیمارستان به منزل به زندان برگردونده شد و به همین دلیل دست به اعتصاب غذا از روز دوشنبه زد. مهدی رجبیان هنرمند زندانی به تشخیص پزشکان به بیماری MS مبتلا هست موضوعی که تحمل زندان رو برای او ناممکن میکنه حمید بابایی دانشجوی نخبه دوره دکترا که زندانی هست به دلیل حرفی که مسئول زندان زده توهین به رهبری کرده ممنوع الملاقات اعلام شده در دانشگاه رازی کرمانشاه عبدالحمید علیزاده معاون فرهنگی دانشگاه استعفا کرد علت اون جنجالی بود که اصولگره ها بر سر برگزاری شب شعر شب شعر تنز در این دانشگاه بپا کردن گفتن توهین شده به مقدسات ولی دانشجویان جانانه پشت این معاون فرهنگی ایستادن سی و پنج نشریه دانشجویی اعلام تعلیق انتشار کردند پنجاه تشکل دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه نامه به ریاست دانشگاه نوشتند و گفتند که با استعفای او موافقت نکنند. موضوع سوم این که خبرگزاری ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی خبر داده از اینکه سه هزار وبسایت با بودجه هزار میلیارد تومانی به تخریب دولت آقای روحانی مشغولند. بحث تشکیل ستاد علیه دولت روحانی و شخص او از اولین روزهای به قدرت رسیدن آقای روحانی مطرح بوده و اینکه سپاه ستاده ساقط کردن او رو درست کرده معتلفه دبیرکلش اعلام کرده که کاندیدای اونها برای ریاست جمهوری آقای میرسلیبه ولی با اعتلاف اصولگراها تعامل خواهند کرد به و سعی می کنند کاندیدای واحد بدهد. شانس پرویز فتاح رئیس بنیاد تعاون سپاه همینطور رئیس کمیته امداد برای به دست آوردن کاندیداتوری جناح اصولگراها تا اینجای کار بیشتر از بقیه افراد او که دوره اول وزیر نیروی احمدی نژاد بود در سپاه و فعالیت های اقتصادی اونها نقشه بسیار بالایی داره بانک مرکزی اعلام کرد که در آذر ماه رکود بازار مسکن باز هم بیشتر موضوع چهارم اینکه در ادامه ی حملات به مناسبت نوه دی به جنبش سبز و به میون کشیدن پای آقای هاشمی رفسنجانی صادق لاریجانی در یک سخنرانی عنوان کرده که شروع کننده بحث تقلب آقای هاشمی بوده چون به آقای خامنه ای نامه بدون سلام نوشته و در اون گفته که سلامت انتخابات حفظ شود سپاه هم بیانیه رسمی داد و گفته نباید بگذاریم چهره اصحاب فتنه منظور جنبش سبز بزک شود و کانال تلگرامی رهبری هم به موج این دروخسازی ها پیوسته و نوشتن که آقای هاشمی شاهرودی در اون زمان در سال 88 پیشنهاد کرده بود به که یک کمیسیون تشکیل بشه و آقای موسوی قول داده بوده تا رسیدگی کمیسیون تظاهرات متوقف بشه ولی زیر قولش زده این خبرسازی ها که هیچ کدوم صحت نداره کماکان نشون میده که درد اصلی آقایون و نگرانی و کابوسشون از حرکت های مردمی و تظاهراتی چون جنبش سبز 317 نفر از طرفداران حزب مشارکت که تغییر نام داده و همینطور خود همین حزب بیانیه ای رو دادن و نامه سی نفر از فعالین رو که خواستار تحریم سپاه و بیت رهبری شدند رو محکوم کردند بدون اینکه در این بیانیه ها و نامه ها به اصل خواسته این سی نفر که تحریم کردن سپاه و رهبر و امپراتوری اقتصادی اونهاست پرداخته بشه موضوع پنجم اینکه در سوریه آتش بسی که به کمک روسیه و ترکیه برقرار شده از بامداد امروز جمعه تا کنون کم و بیش رعایت شده جز پاره نواهی در حلب و هما رویترز در گزارشی عنوان کرده که ایران و روسیه و ترکیه مشغول طرحی هستند که سوریه رو فدرالی میکنه اختیارات رئیس جمهور رو کاهش میده و مناطق نفوذ برای خودشون به وجود میارن و در واقع سوریه رو تقسیم میکنن اما موضوع آخر این که جناب موحدی کرمانی امام جمعه تهران هم امروز بر اساس خبر دروغی که آقای کریمی قدوسی ساخته بود فرمودند که انشالله خطاب با آقای زریف در واقع و بعد گفتن انشالله که دیگر هیچ مسئولی فری به امریکا رو نخورند که صبح سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی